بزرگترین پارکن موتر در افغانستان اینمی پارکن است که 1200 موتر در این پارکن جای میشه، وسط اروپا یا وسط آسیا میتونیم گفته. بله، این خواه انجنیر ترکیه دیزاین کرده بود. خواه انشاءالله که اتکار شده ای که شاید ترکیه میتونه باشه. بسیار موترهای مدل بالا میایه و داخل پارکن میره و امطور موترکشون به هم نست. گاز است که خدا نکده اگر کدام وقت کدام وسایل می باشه که عریق میشه، توسط همین پایپا چند موتر گنجایش داریم در این پارک؟ 1200 موتر. 1200 موتر در یک منزلش؟ نه، در دو منزل. در دو منزل 612 است. زیاد خوش هستیم. معنی ما تو دیگه مردم بیاد تجارا به کلگ اینجا سرمایه گذاری کنند. خب یکی موتر میاد دلیف تا میشه. او ساها یک ذرا مزاحمت کنی باشه باز موتر میاد دلیف. خب که اول دو میتا میشه. موتر دلیف تا میشه؟ موتر دلیف تا میشه. سایکو در اینجا هر چیز در نظر گرفته شده، خدا رای مایبین در نظر گرفته شده، رای سیاسرا در نظر گرفته شده، رای موتر در نظر گرفته شده، دورا برای موتر در نظر گرفته شده. یک با این مرکز تجارتی که با این چهره جدید جور شده، خودت به حیث یک افغان چقدر افتخار میکنی که امروز افغانستان همچی یک مرکز تجارتی جور شده؟ چیز کده همین نظم سرک که موترهای در سرک استاد میکنن بیروبار هم اندازن بیاین و در این پارکن موتر استاد کنن. موتر از دگزی کده بالا نیست، سطح آسیا هم لفتش هم زینایش هم کل چیز امکانات بالا داره، یعنی در سطح آسیا دگزی جای کده بلند نیست. سلام وطندار عزیز، در گوشه دنیا هستین، جور سلامت سرحال باشین. خداوند شکرگزار هستم که باز هم ماجمنان در خدمت شما قرار دارم و وطندار عزیز امروز باز یک خوشی دیگه به مردم افغانستان. ما در فروشگاه هستیم نزدیک صدیق عمر، نزدیک مارکت صدیق عمر هستیم و بزرگترین فروشگاه که در بار اول در افغانستان ساخته شده، واقعیت که یک فروشگاه بسیار بزرگ است، یک فروشگاه بسیار عالی است و بسیار یک مقبولی خاصه به خود گرفته و فروشگاه یا شهر یا افغانستان همطور تایت رایت چهرهش همطور زیبا کشیده. وطندار عزیز، واقعیت که روز به روز وطن ما رو به آبادی است، رو به پیشرفت است، رو به ترقی است. توکل ما شما به خداوند. و وطندار عزیز دیگه ما از داخل تار دیدن نکردیم، ببینیم که در داخل چی گپا است و شما را هم در جریان میمانیم. ما هم میریم میبینیم که در داخل چی جور شده، ولی قسمی که شنیدیم از دان مردم گفت که داخل چیز جور شده که در افغانستان اولین بار است که یک فروشگاه بزرگ جور شده. خب وطندار عزیز، زیاد پرحرفی نمی کنیم، نظریات مردم هم می گیریم و داخل ها میریم. انشاءالله که ما را تا آخر بیننده باشین، می توانید شما تصویرها را ببینین. باز هم حاجی منان در خدمتتان است. خب
وطندار عزیز، ما فعلا در جاده نادر پشتون هستیم که طرف چپ ما مارکت سید قمر که بسیار مارکت نامی است. شما هموطن عزیز با نام و با همو جایش آشنا هستین و بزرگترین مرکز تجارتی که نو جدید جور شده با داشتن هزارها دکان که هموطنهای ما فعالیت میکنن و بسیار جای خوشی است. ما افتخار میکنیم که افغانستان ما رو با آبادی است انشاءالله. خب نظریات مردم میگیریم، میبینیم که جوانای ما، بزرگای ما چی گفتنی داره درباره همین مرکز تجارتی که خوش هستن یا ای که خفه هستن. توکل به خدا. خب مانده نباشی لالا. خب است انشاءالله جانک جور خیرتی هست. یک لحظه سعی کردم ششته بودی کمی قهوه خوردم نبودی، چرا؟ کم کار داشتم. خب است انشاءالله. شکر الحمدلله. بیا همیجا کمک زحمت بکش خیره. نامک زیبایی آرون. آرون جان چطور شد؟ چهره شهر تغییرات آورد یا نه؟ نام خدا بسیار زیاد تغییرات آورد، بسیار مقبول و جاده نادر پشتون جاده فروشگاه را بیخید اگم تو رنگ رخ کشید ماشاءالله. کشید رنگ رخ ماشاءالله بسیار زیاد. بیا توکل به خدا. ما سر خود چیزی مصرف کنم که چهره ما برای مصرف ما شما به گفته اگه اون تا دیگه جامعه و کالای چیزا مصرف داریم که مصرف کنیم سر خود دیگه. خب چهره برای چهره برای یعنی هم تو مقبول میشیم از اینکه نه مقبول تر میشیم دیگه یک مارکت هست دیگه. خب داخل مارکت حال رفتی؟ داخل مارکت نرفتم، نه اجازه نمیده. نمیده اجازه؟ اجازه نمیده. خب میگن که بیش از 1000 دکان در داخل مارکت است و بسیار دکانهای اساس است، بسیار دکانهای مقبول است و اگر شب که تو همونجا یک دکانک بگیرید انشاءالله اگه خواست الله بود دکان میگیریم. خب اگه گنجایش شد دیده گنجایش دیده دیگه. چقدر خوشحال هستی خودت که همچی یک مرکز تجارتی در افغانستان جور شده بسط اروپا. بسیار زیاد خوشحال هستیم که افغانستان ما ترقی میکنه، باید تک سیستم جور میشه که خداوند حمایت کنه دگام دولت ما را به در قند که از اینکه در مقبول ترینشه خوبترش جور کنه دگه. خداوند هم ما شما را حمایت توانایی بده که ایتو مارکت ها و ایتو چیزای مقبول تر افغانستان جور شد. توکل به خدا. یعنی در فکر خودت میگشت که همچی یک جای جور میشه ایجا؟ یاره فکر نمیکنم که مارکت بسیار بند بود و دولت قبلی بند بود. اگر دی دولت فعلی که امارات آمد سرش کار کرد، کار کرد، کرد نقشه کشید با سیستم اروپا جور میشه. ما بسیار خوشحال شدیم که افغانستان ترقی میکنه، هر گوشه افغانستان جور شوه، تکمیل شوه، هم وطنای ما همه گی خوش میشه بدر که افغانستان ترقی کنه. خدا و نشرمانه با امید پیروزی و آبادی وطن. خب وطندار عزیز، واقعیت که افغانستان رو به ترقی است و افغانستان آباد میشه. توکل به خدا و یک شوقی دیگه هم همیز یه هست که ازش یک هم سوال ها میکنیم. مانده نباشی. خوب هستی انشاءالله. جانه که جور هست، خیرتی هست و خیر هستی. سلامت. شکر که جور هستی. خب اگه این طرف بیاییم یک همه بسیار زیاد ببخشی که کل هدف ما اینمی زیبایی شعر ماست. خب نامکت؟ عبدالعظیم. عبدالعظیم. عبدالعظیم بدخشی؟ نه، عبدالعظیم رخه. خب رخه بشک والا. خب عبدالعظیم بدخشی هم افتخار ماست و عبدالعظیم رخام افتخار ما است. ما افتخار افغانستان. خب چطور شد نمای شار برآمد نبرآمد؟ والله ما نظر ما خوب است، خوب برآمد، خوش شدیم ازش. بعدیش ما دیگه سنجش ماست که ما را در سایه میمونه یا نمیمونه. برای ما مشکل خلق نکنه، اگر هر چی از اینا جور شو ما خوش میشیم، وطن ما افتخار ما است. قربانت. ان شاء الله که حتما درباره همین دستفروشایی که در این لباسن حتما فلانا را گرفتن توکل و داخل تال رفتین؟ بله یک بار رفتین. خب چطور از داخل؟ بهتر از گزی که در بالا نیست. خب سطح آسیا هم لفتش هم زینایش هم کل چیزش امکانات بالا داره. یعنی در سطح آسیا در گزی جایی که در بلند نیست؟ این سطح افغانستان فکر کده یا خدا یاره ندیدیم. چقدر افتخار میکنی بالای وطنت که همچ یک چیره را بخواب کشیده؟ والا هر روز میشکفم، قوی میشم، نیرو میگیرم، خوشحال میشم. خداوند نشرمانه. شما را من یعنی در فکرت در ذهنت میگشت که
همونطور یک مرکز تجارتی جور شود؟ نه، 100% نمیگشت. حال کشده چی میکنی؟ حال افتخار میکنم، خوش هستم، راضی هستم که ازی بهترم جور شود، دیگه هم جور شود، وطن ما سال امنیت به کلگی در امان زندگی کنه و ما رو راحت بانه دست فروش سر سرکه که ما هم بتانیم یک زندگی کنیم. توکل به خدا. بیشه، توکل به سلامت باشی. پیامتم مسلم. پیامم به همه وطندارای ممیز که هرچی پیروزی باشه ما خوشحال میشیم، وطن ما باد باشه، بهتر میباشیم، دیگه چیز گفتنی نداشت. دعا نشرمانید عبدالعظیم روخه، همه تو دایم دمی یک روخ باشی. خدا نشرمانید وطندار عزیز، ما دیگه همه تو آیسته آیسته میریم طرف مرکز تجارتی که ای که داخل اقدر تعریف کردن، گفت که لفت داره و بسیار چیزای مقبول داره که بسط اروپا است. یک بار داخل بریم ببینیم که چرا رقم است که زوف نکنم. بیاین توکل به خدا، انشالله که وطندارا عزیز هم همه قدر که بیرونش زیباست، ما باور دارم که داخلش از این قدر زیباتر است و تا آخر برنامه ما را بیننده باشین که بریم ببینیم چی گپ است. خب برین خیلی وطندار عزیز تصویرها را ببینین، حاجی منان در خدمت تان است. خب وطندار عزیز، بالاخره ما رسیدیم در جایی که یک دروازه بسیار بزرگ است و بسیار یک دیزاین دیکور بسیار مقبول برش دادن و یک اتاق معلوم میشه که فکر کنم اینجا مطمئن کسی می باشه و یا امو گفته وطنی، امو گپای وطنی، غرفه معلومات است. دیگه توکل به خدا، من خواهد معلومات ندارم وطندار عزیز، انجینر صاحب بزرگوار هست و میریم سوالا رو کدش شروع میکنیم و باید که با ما معلومات بده. انجینر صاحب سلام علیکم. خوب است انشاءالله. جانک جو. خیریتی هست انشاءالله. سلامت باشه. انجینر صاحب بزرگوار، میشه که در قدم اول خدا معرفی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ادریس وزیری هستم. مسئول بخش آلومینیوم. بسیار زیاد تشکر. خب انجینر صاحب بزرگوار، این همیجا یک دروازه است که فکر کنم از اینجا دیگه عبور مرور سیاسرا یا از آقایان؟ نه، این خو رای پارکینگ است. خب محترم، خب اینجا محترم ها باز اینجا لفت داره. خب تو را داره ما یک محترم تو رسان تا میشه پایین، خب یک محترم در لفت تا میشه او چه یک ذره مزاحمت کنه باشه باز محترم در لفت که اول دوم تا میشه موتر در لفت میشه. موتر در لفت میشه. اینا وطندارا عزیز، واقعیت که وقتی که میگیم افغانستان رو به پیشرفت و ترقی است، واقعیت که همونطور یک چیزی است. بعد از یک دروازه رولاتور شاندیم، خب میشه یک وقت این دروازه قایم باشه، لفت چیز مشکل داشته باشه یا ما میخوایم که دروازه رو مکمل قید کنیم، از این خاطر دروازه رولاتور شاندیم. خب این اتومات هم از دوبار کام میشه، اما تو دستم داد. خب هم برقیس هم دستی هست. خب انجینر صاحب، اول میاییم سر نام ازی که چی یک نام سر ازی گذاشته؟ این خیرخواه است اسکایلی کپلیکس. حلقه سخت از وطندار عزیز، خیلی یک دفعه وطندارای ما بگو که من زبانم نمیگردن. خیرخواه سنگسکای الکترونیک کمپلیکس. خیرخواه سنگسکای الکترونیک الکترونیک کمپلیکس. خب خیر هرچی که از وطندار عزیز، همین زبان به مرگ مدم انگلیسی نمیگردن، بیا خیر باشه. خب اینی هم یک چی از بخاطر اینجا گارد میباشه؟ خب یک نفر اینجا مسئول باشه. اینجا کسی به نام گارد هست یا بادی گارد؟ نه گارد هست. گارد خالی است. گارد خالی است. بسیار زیاد تشکر. خب میاییم سر نما انجینر صاحب، چقدر یک نمای اساس، چقدر یک نمای خوب است و میشه که درباره نما بگویی که این نما در چقدر وقت ساخته شد و آینش از چی است، چی رقم جور شد و دیگه چی پلان است؟ درست است. اولا اگر به راست که باشن این یگان حکمه که میبینیم ما خود ما تعجب میشیم آفرین که در افغانستان ما شالا این تیار کار شد. این رفع اینجا اولین بار است انجینر صاحب که در افغانستان اینطور یک کار شده. این رقم کار شده، یعنی اگر بگویم وسط اروپا یا وسط آسیا میتونیم گفته. بله، این خو انجینر های ترکیه دیزاین کرده بود. خو انشالله که تو کار شده ای که شاید در ترکیه میتونه باشه. نباشه، این مواد از ای که از آلومینیوم است. اکثر جای این مواد از پیشلو از ای که کار میشن این الکوگان میباشن.
ای باز دن وقت زمان خودم رنگ خود کیفیت رو یکم پایین میاد. آها. و این مواد که است مواد آلومینیوم است که شیشه شم چی است فیلم زده شده. آها. که شیشه شم کدام مشکل ان شاء الله پیدا نمیکنه و مواد از آلومینیوم است بسیار با کیفیت بالاست. خب و چه خوب یک دیوال سنگی چه خوب یک دیزاین مقبول کردین و این دیزاین از خود افغان از دیگه یایی که ایام دیزاین های اروپایی است. نه این خود است که مارکت اول دیزاین شده. خب بعضی ها گفتن که مثلا این دیزاین ها میشه مگم در افغانستان این کارا نممکن است. ما ماشاءالله در افغانستان هر رقم کسبی داریم، هر رقم کاریگر داریم، هیچ مشکل نداریم. یه ذره کوشش کنیم ان شاء الله هر کار اینجا میشه. توکل به خدا. چیزی که دیزاین شده با مو دیزاین اروپا و ترکیه دیزاین شده. خب اینجا موادش هم اکثر افغانی از کار میشه. چرا که ما باید تولیدات افغانی را پیش ببریم. به شک. یعنی آلومینیوم که کار شده این مواد وطنی است. خب. و یعنی انجینر صاحب فعلا هم در افغانستان کسایی هست، انجینرهایی هست و بسیار مغزای اساس از افغانستان که میتونن که کار که امکان نداشته باشه که در افغانستان جور شوه، ولی امو انجینرهای ما، امو کاریگرهای ما جورش میکنن. بله. امو دیگه بله. هم هست. خب اینی هم دکان هست یا ای هم رای پارکن هست انجینر صاحب؟ نه این دو دانه را داره. خب یک اونجا دروازه است، حال فرور عبدور کاشده. خب اونجا کاشی داخلش کار میکنه. آه. مردم کار میکنه داشی کارا. خب یک اونجا دروازه است، یک دروازه هم اینجا. خب دو دروازه. بله دو دروازه است. آه. یک اونجا دیگر را داره، او بازینه نداره. خب اونجا بخاطر مایوبین است. خب اکثر مارکت های خارج این اصلا که در اینجا هر چیز به نظر گرفته شده. خدا رای مایوبین به نظر گرفته شده، رای سیاسرا به نظر گرفته شده، رای موتر به نظر گرفته شده، دورا برای موتر به نظر گرفته شده. یک را میشه یک مزاحمت کنه که برای چیزی یا مشکل داشته باشه. دیگر رای لفت است، لفت برق نباشه، رای ساده است. در هر چیز یک سه چهار رقم چیز به نظر گرفته شده. یک کار بسیار مرا خوشم آمد وطنداران عزیز که به خاطر مایوبین هم اینا را در نظر گرفتن که عمو مایوبین هم که وقت میتونن بیاین خودشان خریداری کنن داخل برن و اینی کارشان دیگه بیخی مرا واقعیت گرفت و بسیار یک کار نکده این انجینر صاحب بزرگوار. خب چند منزل است انجینر صاحب؟ ای خواه شش و هفت منزل دکان است. هفت منزل دکان است. هفت منزل دکان است و دو منزل پارکینگ است. دو منزل پارکینگ. پارکینگ. خواه دو منزل پارکینگ است و دمی دو منزل غیر از اینکه موترا باشه دکان وجود نداره. نه. دو منزل اول. نه. دیگه مکمل دکان ها است. مکمل دکان ها است. خب ای باز تنها همی دکان های مثلا موبایل فروشی یا طلا فروشی این همی گپا می باشه یا ای که با دکتری و طبابت یا میگوشت؟ نه در طبابت نیست، این بخاطر الکترونیک است. خب چیزای برکی است. خب چیزای که برکی است مثلا بخاری است، یخچال است، تلویزیون است، موبایل است، کامپیوتر است. چیزای که الکترونیک است. یعنی همون چیزی که مربوط برق میشه اون همون چیز است. بله الکترونیکی. الکترونیکی. نه الکترونیکی کامپلکس. الکترونیکی کامپلکس. اینا رو یاد گرفتم. یک دونه ساکت برق بشونم مام میجا بیایم دیگه خو میگم مام الکترونیکی کامپلکس است. میشه؟ نه خو اینجا باز کلی چیزا باید مکمل باشه. در یک ساکت خونه می باشه. یک کامپلکس با این معنی که مکمل کامپلیت است دیگه. مکمل است. که میخوایم اینجا است. بیا توکل به خدا. ای کدام برقی را پیدا کردم مکمل تمام وجود برقی جور میکنم و مام میجا میایم فقط چی میکنم و خدا در فروش مندازم. توکل به خدا. انجینر صاحب یک دنیا تشکر از اینکه معلومات دادی به خود ما به وطن دارای ما. پیامی که داریم میشنویم. پیام خو ټول وطنه ولا نه راهی لگا چې انداده موږ ملک ده، انداده موږ وطن ده، دې ملک ته صادقانه کوشش وکړو او موږ انشاءالله چې کوشش وکړو هر افغان هر څه کوی شي. دې خپل وطن کې موږ تکړه انجینران لرو، کاریګر لرو، هر بست متخصصین لرو، که ډاکټر ده، که انجینر ده، که هر څه ویل ته موږ وطن کې جوړوایم شو او انشاءالله کوشش شو هر کار کې دي. دې وطن کې که ساختماني مواد دي، که د مزایی کې دي، تیږې دي، هر شی پیدا کېږي. چله کوشش کوو اوس ماشاءالله افغانستان کې ډېرې ښه المونیم فابریکې جوړې شي. موږ دغه خیرخوا کمپلکس شرکت زموږ کار کولی ده، الفا افغان او جاوید وزیری. جاوید وزیری د المونیم غټه فابریکه ده، د افغانستان په سطحه غټه فابریکه ده. دغه لاندو ملکو کې به انشاءالله فابریکه
یعنی ان شاء الله وطنی مواد پیدا کیږي مخه به موږ د دوبۍ نه د ترکیه نه د پاکستان اوس هم دلته پیدا کیږي او تجار نه مداخله راځي هم د وطن کې سرمایه باندې هم د مور ته خدمت وکړي صدقانه کوشش سلامات بشي یک دنیا تشکر انجینر صاحب تاسو نه مننه تاسو مونږه تشکر خاص از خودت از تمام همکارای که زحمت کشیدین و یک مرکز تجارتی بسیار لکس جور کردین و ما را خوشحال ساختین سلامت بخیر سلامت باشین قربانتان بخیر باشین یک دنیا تشکر خب وطنداره عزیز آجیمنان دمایکه شد و یک عادت دیگه داریم وطنداره عزیز یک عادت دیگه ما افغانا داریم که خصوصا پدرای ریزفید ما وقتی که دید این میجا سایه یخ است دیگه پشت از این نمیگرده که دکان است یا رای پارکن است یا هر چی که است یا مادرای پیچه سفید ما هر دیگه باز میه شیر آقا یک دقیقه سایه نشینیم دیگه بره بشینه خوب سایه یخ است خدا و رفسی میاین این میجا مزایمت میکنن ولی ما شما از اطرام چیز گفتام نمیتونیم و میگیم بان که یک دقیقه میجا بشینن خب وطنداره عزیز ما دیگه میریم داخل شما هم بره تصویرهای داخل ببینین و حاجی منان یک دقیقه در سایه میشینه و باز در خدمتتان قرار میگیریم قسمی که شما میبینین یک پارکن بسیار بزرگ که دو منزل پارکن است در این مرکز تجارتی جور شده و پیش از این موترها در روی سرک استاپ می شدن همچو روی سرک پارکن جور کرده بودن و حالی که این دو طبقه پارکن جور شده بسیار همونطور مقبول شده خب یا خیر همیجا یک مامای ما هست کدش اگام قسم میکنه مانده نباشی خوب است انشاءالله جان جور است خیرتی است نامه کرد عزت الله در چورت چی بودی کاکا عزت چه که موتر بودم در پارکینگ تا میکردیم خوب چقدر خوب شد که امی مرکز تجارتی ما دو طبقه پارکینگ داره و پیش از این که اینجا موترا پارکینگ میکردن چقدر خوب شد که داخل برن دیر که سودا و دیر غټ سہولت شد تجاران و لپاره دکانداران و لپاره غټ سہولت دا پارکینگ دغه جاده بټول اخلاص سی سره ها متاسفانه چې وسه پوره حکومت عمر غنه د ترکل ګور د ټول پارکینګونو سم باندې لاره باندې دي خو باید ته متوجي شي ها صدا شهري نظم ټولونی ول صحیح شي کنه نو دا پارکینګ هوټل د موږ لپاره ډېر ښه سہولت ده و این مرکز تجارتی که با این چهره جدید جور شده خودت به حیث یک افغان چقدر افتخار میکنی که امروز افغانستان همچی یک مرکز تجارتی جور شده داد موږ لپاره غټ افتخار ده ځکه چې په دوبره هغه کې په داسې 500 کلو جنگونو کې داسې یو ښه مارکیټینګ یا مثال داسې ښه داغ دفاع کمپلیکس موږ لپاره جوړ شو دا ډېره غټه کامیابي ده د افغانستان لپاره خصوصا د تجارانو چې ډېر محنت وکړه او بل چې اسلامي امارات دې ته ډېر توجه وکړله نو دا دې دوی په مرسته باندې دا سرته ورسېد موږ ډېر په افتخار پرې کړو ډېر په خوشحاله یو خداوند نشرمانید و گفتنید به دولت ما چی است به خاطر همین پارکن روی سرک استاد میکنن و پنجا افغانی میگیرن ولی نظمش را و سرک ما را نظمش خراب میکنن مالک مخکې مو ویلې دا باید ته دوی متوجه سي دوی باید دغه جادي او دغه لارې ټول دوی ازادي کې کولاوي کې او لکه زیاده خلاص سي نو خلک به په خوشاله راحت په کې تیریږي را تیریږي نو دا ډېر خاغي حکومت دې موږ دا خواهش ته بس دې ته پر متوجه سي او دې ته توجه وکي یک دنیا تشکر ډېر مننه بخیر وشه خب وطندار عزیز اینه قرمان وطن رو میبینین که زحمت میکشه و موترها را پا و بالا میدوانه انشالله که زحمت های شده گا ما در زیر نظر داریم قهرمان ماست افتخار وطن ماست مانده نباشی خوب است انشالله جانه که جور است اید گذشته خود تبریک باشه چقدر خوب شد امی مرکز تجارتی هزار بار شکر خدا شکر که مشکلات هموطنان از این ما هم حل شده که مردم ما زیاد دوچار مشکل شده از وقتی که پارکینگ واسه شده الحمدلله شکر مشکلات مردم یک در بخصوص در جاده مشکل مردم یک در حل شده. خوش هستی که در روی سرک متراستا شد و پارکینگ جور شد یا داخل بره نه داخل بره هم عوایدش به دولت می شود
هم به مردم نفش میده. و حال که این موتره استاد است، خودت نمیتونی گفته که داخل بره؟ بخاطر یک مشکل پارکینگ است، یک دو منزل است، یک منزلش رنگ کردن تا اوش ترمیم شد، بخیر مشکل دیگه شم داخل پارکینگ ما میزنیم. دیگه انشالله که موتره ایجا نمیباشه. نه نه دیگه انشالله سرک آزاد چوه میباشه میباشه میباشه. بخیر باشی، سلامت باشی، خداوند نشرمانه. خوب است انشالله جان جور تو بیا اینجا. بیا بیا را خور زده بچه جور هستی؟ آجولا مامایی بوده چی جان جور هست؟ بخیر باشی بچه بوده چطور زن ماماییم؟ زن مامایی تو چی میدونی بچه؟ شرح این جانه تو جور داده شریفی پدرش جور داده بچه. خو 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 بچه این نام از چی هست؟ کمپلکس از دوله پدرش. چی کمپلکس؟ پولتن کمپلکس از دوله پدرشی. خو خو بچه ما باز چقدر خوش هستی که کمپلکس زیور شده؟ ای بسیار زیور بله پدرش یاد نسا خودش گفته او بیدر آلو برای بچه گفت زده نه یاد نه خواه ای بسیار زیور زیور شده نگی ببان بچه نان نیست خواه ای تو برای تو زیور شده بچه خواه ای هم پینجا جیب زیور شده بله پدرش مصرف شده بچه خواه ای مصرف از ایره کی کده؟ شریفی پدرش خواه آه بچه بسطه هست آه بچه آه بسطه بله پدرش ای نوطندار عزیز ما خو همیشه وقت میگم شکر شکر هزار بار شکر که وقت در وطن خود میباشیم و میبینیم هر رنگ مردم خود ما این است که قدوشار مصاحبه کنیم دیوانه را بانیم که بگریزه نه ما کسی هستیم آغوش ما باز است هم اوشار را قدش گب میزنیم هم دیوانه را هم خوب هم خرابه این دیگه قد کل مردم ما مجبور هستیم گپ بزنیم و حوصله کنیم هرچی آنکو بگویم ولی توکل به خدا. خب وطندار عزیز شما بیننده باشین و وطندار عزیز ما دیگه داخل پارکن هستیم و این طرف رای خروجی است. از اون سمیه موتر میره و از این رای دخولی است. که موتر میره اینجا ثبت نام میشه و امو بل یا امو تکت داده میشه برش بعدن باز موتر میره در جای اساسش استاد میکنن. خب و ای که گفتن گنجایش 600 موتر 12 ساعت ای که گفتن گنجایش 12 ساعت موتر در این پارکن است ولی حال که میبینم واقعیت که گنجایش 12 ساعت موتر داره و بسیار احساس جور کردن و برقایش هم چی است؟ برقایش هم اوتومات است وقتی که میری خراب برق خودش چالان میشه وقتی که از سایش دور میشی و برق خودش گل میشه وطندار عزیز چقدر کار خوب شده که از کل چیز کده همین نظم سرک که موترهای در سرک استاد میکنن بیروبار مندازن بیاین و در این پارکن موتر استاد کنن تا ای که روی جاده ها روی سرک های ما آزاد باشه بخاطر مردم رفت رو کنن سرک و موتر رفتن است نه به موتر استاد شدن پارکن که است به خاطر چی است به خاطر موتر استاد کردن یا موتر پارک کردن است دیگه گپ خو میفهمین ولی کسایی که در افغانستان است نمیفهمن فقط اینو تله خود سم میکنن خلاص خب اینجوری کدام مواد زده که پای میچسبه وطن دارای عزیز دیگه از این اصول نمیریم فکر کنم که کدام مواد زده و ما دیگه بالاخره رسیدیم در دان دروازه پارکن دان دروازه پارکن رسیدیم و نام خدا کسایی که خدمت میکنه کلشان همیجا خدمتگارا هستن و بسیار موترهای مدل بالا میایه و داخل پارکن میره و امطور موترکشان به هم نست به هم نست و میبینین که موتر تلاشی میشه موتر خوب صحیح چک میشه بعدن میمانن موترک داخل بره خب با یکی از این برادرام صحبت میکنیم به خاطر از این که وقتشان نگیریم وظیفه دار هستن نشه که باز از وظیفه بانن خب مسای کنم مسای کنم مسای کنم یا میرم پیشینمی بزرگترین گاردا خوب است انشاءالله
جانک جور است، خیرتی است. نامکت فرید. فرید کوکو فرید. خیر تو پختو جواب بده. کوکو فرید چقدر وقت میشه که وظیفه اجرا میکنی؟ دو سال میشه. دو سال؟ دو سال. و اینجا دیگه بهترین پارکن جور کرده شما؟ بهترین جهانی پارکن جور کرده. پارکن جهانی؟ جهانی. اینه ولنداره عزیز، پارکن جهانی جور شده. خب اینی موترهایی که در این سرک پارک میکنن و نظم شهر رو خراب میکنن، شو وقت اونها رو بخیر دیگه داخل پارکن میاریم؟ انشالله یک ماه بعد انشالله کل داخل میشه پارکن. خب کار پارکن مکمل خلاص شده؟ مکمل خلاص میشه یک ماه بعد انشالله. پیام چیز به مردم؟ مردم با اینجا سر نمیشه، نظم دیشده کل خراب کردی مردم، ضرر مردم رسیده و کل خراب میشه. بعد هر نفر احتیاط کشید پارکینگ و دیگر چیز خراب نمیکنی زفتن مردم. بیا خیر باشه، توکل به خدا. آقا فرید زنده باشی، خداوند نشرمانه. وطندار عزیز، ما دیگه میریم داخل پارکن و صدام میپیچه، صدام میپیچه دیگه. اینجا که دیگه یک زمزمه کنی، یک ترانه بخوانی چقدر خوبش میاد، به خاطر که صدام میپیچه. و کامرمن هم کدام چیز میگه اینجا دب شده، دب شده نمیفهمم، ولی اما که میفهمم که میگه هوا سرد است و واقعیت که هوا بسیار سرد است. خب میریم داخل ببینیم که داخل کار جریان داره و پارکنایی که هست حتما در تصویر میکشیم. وطن داره عزیز، شما بیننده ما باشین و بیاین که از امیجا بخیر شروع میکنیم، ببینیم که ایجا دیگه همون پارکن دوم باشه، منزل دومش شاید که اما توی اگر باشه و پارک اینه خوب یک کانتین هم دارن، انشالله تایید میشیم. سلام علیکم، مانده نباشی، خوب است انشالله. جانک جور است، خیرتی است. میشه که به این وطن دارای ما نامت بگویی؟ اسمم امیدلاس. امیدلاس. خب امیدلاس جان، اینجا پارکن است یا این نیمتاقه هست؟ خلاص نیمتاقه و دکان هست. خب پارکن زیر است؟ پارکن ها زیر است. چند موتر گنجایش داریم در این پارکن؟ 1200 موتر. 1200 موتر در یک منزلش؟ نه در دو منزل. در دو منزل 612. خب اینه دیگه انشالله که امی موترهایی که در این سرک استاد میشن همون نظم جاده را خراب کردن انشالله میتونن که بیاین و شار پاک باشه. پاک باشه. اما دیگه پس نیم. خب اینجا چه وقت خلاص میشه بخیر؟ اینجا کارایشان کم مونده دیگه، 95% کارایشان پیش رفته. خب 5% خب انجینرها و یو از کار میکنن. بسیار زیاد تشکر. و خودت چقدر خوشحال هستی به ایسی یک افغان که همچی یک مرکز تجارتی در افغانستان جور شده؟ ولی ما زیاد خوش هستیم. منم تو دیگه مردم به تجارا به کلگی اینجا سرمایه گذاری کنند. کار خوب است، وطن ما پیشرفت میکنه، آباد میشه. خداوند نشرمانید، بخیر باشید. انشالله ما یک دفعه بریم هم پارکنم سعی کنیم که چقدر لوکس باشه داخل. همونطور است نه؟ وطندار عزیز، همونطور یک جای میریم طرف پارکن و بیننده ما باشین وطندارا. ناگزیر هستیم که از شما خداحافظی کنیم و میتونیم گفته که بزرگترین پارکن موتر در افغانستان اینمی پارکن است که 1200 موتر در این پارکن جای میشه و پارکن هم به سطح اروپا ساخته شده که هر طرف میبینید چراغان است و پایپای گاز است. اینا کلش پایپای گاز و ایام کمره است که کامران نصب کردن، از جای دیگه کنترل میشه و ایام پایپای گاز است که خدا نکرده اگر کدام وقت کدام وسایل می باشه که عریق میشه توسط همین پایپا میتونن که کنترل شوه. بسیار یک پارکن زیبا، بسیار یک پارکن اساس جور کردن وطندار عزیز. خب وطندار نازنین، یک دنیا تشکر از تمام شما عزیزای دل که برنامه ما رو تا آخر بیننده بود.
بودن. خدا کنه که از این مرکز تجارتی یا بزرگترین مرکز تجارتی خوشتان آمده باشه و ما در خدمت هستیم. از هر منطقه افغانستان براتان تصویر میگیریم و زیبایی وطن خود را تصویر میکشیم. بیازو خود وطن ما زیبایی زیاد داره. تا ای که شما وطندارای عزیز مسافر هستین، خوش باشین و ببینین، لذت ببرین از دیدن وطن را. انشاءالله که خواب برنامه بعدی شما را به خداوند یکتام سپارم. شاد، موفق، کامیاب باشه و منتظر نظریات، پیشنهادات نیکتان هستیم وطندارای عزیز. شب روز خوش.